دوستان عزیز، سلام دوباره به شما باشه. خوش اومدید به ویدیو بعدی. هنوز صفحه 152 هستیم، بله، و بعد از کلمه دارشتلن میریم سراغ فمیتن. اتواس فمیتن او ده دی فمیتلون. فمیتن به معنی واسطه کردن هستش. اینجا به معنی ارتباط برقرار کردن میتونه باشه. ببینید فرمیتلونگ، اگه ببینید فرمیتلونگ سنتراله، فرمیتلونگ قبلا کاریرهای تلفن بوده، شما در زنگ میزدین دفعه دی فرمیتلونگ اونجا بود که شما رو وصل میکردن. یه خانم نمیشسته بودی دام فون امت میشستش، تو فیلم های سی و سفید شاید دیده باشین، این سیمای تلفن رو میزد تو هم همه رو وصل بکنه. اینو بهش میگن فرمیتلونگ، کاریر تلفن. ولی خب فرمیتن اینجا به معنی ارتباط برقرار کردن یا یه چیزی رو یاد دادن هستش. Die Autorin des Reiseführers vermittelt dem Leser einen lebendigen Eindruck vom Leben der Menschen vor Ort. نویسنده کتاب راهنمای سفر به خواننده های خودش یک دونه تصویر زنده و سرشار از زندگی مردم در اون محل رو میرسونه. یا فرمیتن به معنی رسوندن هستش در واقع. پس ما میتونیم جملاتی بگیم مثل چی برفرض؟ دی اوتورین ترانسپورتیرت، از فرمیتن این دیم فرد زنگ به ترانسپورتیرت، دی اوتورین ترانسپورتیرت ایرن لیزن eine lebhafte Stimmung oder Porträt oder Überblick vom Alltag der Menschen vor Ort. خب این حمل میکنه این حالت اون Stimmung اون اون بله حالت زنده زندگی مردم در اون محل رو، یعنی که به جای Stimmung هم Porträt میتونیم بگیم. Ja, Überblick. Die Autorin gibt uns einen Überblick über das lebhafte Leben von Alltag der Menschen vor Ort, zum Beispiel. Die Schriftstellerin schildert, also vermitteln, wenn man schildern amische, also die Schriftstellerin schildert in ihrem Reise Ratgeber oder Fremdenführer den Lesern eine authentische Schilderung der Lebensweise der Einheimischen. این خانم نویسنده شیلدرن به تصویر میکشه، توضیح میده یا تعریف میکنه در کتاب رایز رادگیبرش. به جای رایز فیرر میتونیم بگیم رایز رادگیبر یا اود فرمدن فیرر هم میشه گفت. به این کتاب ها به خواننده های خودش یک اون اوتنتیش شیلدرون، اوتنتیش یعنی واقعی، اونجوری که به سبک زندگی مردم میخوره خودش در نمیاره. This is authentic یعنی صداقت گویانه. نرباره Lebensweise der Einheimischen. Einheimischen کسی که اونجا زندگی میکنن هستش. تمام اینا رو به عنوان مترادف میتونید استفاده کنید، میخوره خوب به این جمله. Sich ausdrücken können oder ausdruck به معنی صحبت هستش، یا یعنی که sich ausdrücken حرف زدن هستش، خود رو بیان کردن هستش. schon als zehnjährige hatte sie einen großen wortschatz und konnte sich deshalb besser ausdrücken als die meisten ihrer mitschüler. اون موقع که schon als zehnjährige یعنی اون زمان از به عنوان 10 ساله، از شون ما فارسی زیاد مترادف نداریم واسش، تو 10 سالگی هم در واقع اون یه دونه فرهنگ لغات بزرگی داشتش، به این خاطر میتونست خودش رو با همشاگردیاش خوب بیان بکنه، بهتر بیان بکنه. ما میتونیم در این مورد بگیم schon als kleines Kind besaß er ein literarisches Vokabular und konnte sich gewählt oder poetisch oder geschwollen ausdrücken. Je nachdem, was du darin beginnst.
اون موقع که بچه کوچیکی بود به زنس تعلق داشت به اون، یعنی داشتش، در تملک خودش داشتش. چی داشتش؟ لیتراتورش، وکابولار، کلمات ادبیاتی در تصرف خودش داشت و میتونست گویلد به طور منتخب کننده، یعنی منتخبانه، میتونست حسابی سوا بکنه که چجوری خودش رو آسروکن بکنه. از könnte sich gewählt ausdrücken oder könnte sich poetisch ausdrücken، میتونست خودش شاعرانه ausdrücken بکنه، بیان بکنه، یا könnte sich geschwollen ausdrücken. geschwollen ausdrücken اون حالا منفی هستش، به معنی قلمبه سلمبه میتونست خودش رو بیان بکنه. این هم geschwollen sich geschwollen ausdrücken هم میتونید استفاده بکنید. یکی که خیلی دیگه سطح بالا صحبت میکنه یا فخشینیزش صحبت میکنه. Er hat immer die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf sich gezogen, weil er öfters mit seinem vulgären Wortschatz glänzte. این یه ذره، این جمله یه ذره طعن‌آمیز هستش، چون که میگیم اینا هستش تو کارنامه میمیسن گاهگاهی، میخوان به طور غیر مستقیم میگن طرف خیلی بی‌تربیت بوده، ولی با بی‌تربیتی میگن بی‌تربیت بوده. به این صورت میگن اون همیشه توجه همکلاسی های خودش رو به طرف خودش جلب میکرد، میکشید، چون که میتونست خیلی با کلمات زشت خودش، با فرهنگ لغات زشت خودش میتونست بدرخشه. این کلمه درخشیدن رو استفاده میکنن، ولی خب این کلمه درخشیدن در واقع برعکس معنی، یعنی خیلی بچه بدی بوده، بی تربیت بوده، ولی خب اون کلمه نویسنده نمیخواد کلمات بد استفاده میکنه، چون از گلنسن استفاده میکنه. بولگر به معنی حرفای زشت و فوش هستش. Er ist bei seinen Mitschülern mit seinem vulgären Wortschatz besonders aufgefallen. اینجوری هم میگن واقعی. در بین همشاگردهای خودش به وسیله ورچتس بی‌تربیتی خودش خیلی چی جلب توجه میکرد. Er hat nun mal nicht gelernt, sich besser zu artikulieren. اون یاد نگرفته بود که خودش رو بهتر artikulieren بکنه. Artikulation یا artikulieren به معنی auch sprechen هستش. میتونید از صحبت کردن هم میتونید بگین، ولی خب خیلی سطح بالا هستش. Also ich möchte mich gewählt artikulieren. خیلی میخوام درست صحبت بکنم. Vulgär به معنی ordinär, obszön, dreckig, anzüglich, doppeldeutig, pornografisch, unter der Gürtellinie. همه اینها رو میتونیم بگیم vulgär. همه به معنی ordinär. حفاش بعد obszönität به معنی بی‌تربیتی هستش. dreckig یعنی کثیف. anzüglich جوری هستش که یه جوری هستش آدم نمیگه. مثلا یه آقایی با یه خانومی صحبت میخواد بکنه، فرسوخته نیک انسویلی سو شپرکن، سعی میکنه یه ذره همون غیر دوپل دویتیک صحبت کنه. انسویلی و دوپل دویتیک خیلی این دوتا به هم دیگه نزدیک هستن، به معنی بیتربیتی هستن. دو منظوره هست، شوخی های دو منظوره. پورنوگرافش هم که شوخی های زیر کم، پورنوگرافش هم نوشتم دیگه، زیر کم اونت ده گورتلین، شوخی های جنسی هست شدن بکنه، یا زیر کمربند میگن. اسی هم میگن، اسی یعنی اسوسیال هستش، از اونجا میادش. ولگر اینا هم بعد نیست آدم داشته باشه این کلمات. اوکی دوستان، اینجا وقت اون به اتمام رسید، میریم در اینجا ادامه میدیم با ویدیو بعدی. تا اون موقع مواظب خودتون باشید.